سلام سلام من بابای زئوس هستم آره خود خود باباش زئوس در یکی از پست های تلگرامی که به تازگی گذاشته کلیپ شماره 29 خودش رو معرفی کرده و گفته این کلیپ از کلیپ های اساسی در مورد قرآن هست آیا اصلا قرآن میتونه تغییر نکرده باشه؟ به همین دلیل من در این برنامه میخوام این کلیپ اساسیش رو بررسی کنم تا ببینیم که بنا به نظر زئوس آیا قرآن میتونه تغییر کرده باشه یا نه زئوس در ابتدا میگه همه یه نسخه های قدیمی قرآن به خط کوفی هستند خط کوفی نقطه نداره مثلا لمن خلق که آیتون یعنی نشانه است برای کسی که تو را خلق کرده و البته لمن خلفک آیتون یعنی نشانه است برای کسی که در نسل بعد توست هر دو حالت معنا داره حالا درستش کدومه معلوم نیست چون خط کوفی که نقطه نداره اما در کلیپ به 136 خودش همه این ادعاها و حرفاش رو فراموش میکنه و خودش پاسخ خودش رو میده و میگه اصولا اون موقع کسی به نوشتن اهمیتی نمیداد مهم حفظ کردن بود حرف زدن بود فرهنگ امروز رو نگاه نکنید که حرف فراموش میشه و نوشته عینا باقی میمونه در اون چهارده قرن پیش کمتر کسی بلد بود بخونه اگه چیزی میخواست ماندگار بمونه باید گفته میشد بیان میشد قرائت میشد نه اینکه نوشته بشه اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرا منظور خوندن از روی نوشته ای نبوده منظور بیان کردن اقرار کردن و حرف زدن بوده همانطور که زئوس گفت مردم در اون زمان آیات را حفظ می کردن. لذا نقطه دار و بی نقطه براشون فرقی نمی کرد. استفاده از خط کوفی در میان عرب همچنان مرسوم بود تا زمانی که اسلام به کشورهای دیگر رسید. در این زمان بود که افرادی مانند عبال دوئلی به دلیل اینکه عجم ها هم بتونن قرآن رو راحت بخونن شروع به حرکت گذاری و نقطه گذاری قرآن کردند. تک می این چیه؟ نعلمهو، یعلمهو، تعلمهو و یا اصلا به علمهی <applause> معلوم نیست میتونه هر کدومش باشه من از شما میپرسم این چیه؟ کشتیه کشتی کشتیه به معنای کش کردی و یا اصلا کشتی به معنای به قطر رساندیه همانطور که ما فارسی زبان ها می فهمیم که کدوم یک از اینها در جمله به کار رفته عرب ها هم می فهمن که کدوم یک از اینها بوده ضمن اینکه زئوس عزیز خودش گفت که در گذشته قرآن را حفظ می کردن. از طرف دیگه گاهی کاتبان خط کوفی دوچار اشتباه در نوشتن قرآن شدند مثلا به جای سین ساد نوشتن مثلا اینجا اومده و بستتون فی العلم و در جای دیگه و زادکون فل خلق بستتون یک جا با سین اومده و همون کلمه در جای دیگه با ساد البته حتی, حتی ترجمه این دو کلمه هم یکیه <applause> اولا اینکه بستتون نیست و بستتن هست و دوم اینکه کلمه بستتن در عربی به هر دو صورت به کار میره و این دو یک معنی رو میرسونن از این نوع کلمات ما در فارسی هم داریم مثلا کلمه طوفان که هم به صورت طوفان و هم به صورت طوفان نوشته میشه یا مثلا کلمه اتاق که هم با ته دو نقطه و هم با دستدار نوشته میشه زبانشناسان به این کلمات واجه های دو یا چند املایی میگن از این جور کلمات در زبان عربی و فارسی و زبان های دیگه زیادن و هیچ اشکالی رو در معنی ایجاد نمی کنن. در یک قرآن اومده انت اللام الغیوب و در قرآن دیگه همون آیه به این شکل اشتباه اومده انت علم الخیوب <applause> زئوس عزیز بهتر بود که قبل از این که چنین مطالبی را بیان کنه یک نگاه هم به کلمه ی علام الغیوب مینداخت این هم از جمله سوتی های دیگشه که الف مقصوره بالای کلمه الام علام رو ندیده و تصور کرده که علمه هست موارد اختلافات دیگه که ناشی از اشتباهات نسخه های قدیمی قرآنه تمامی تفاوت کلماتی که زئوس معرفی میکنه همه و همه مربوط به رسم الخط و روش های کتابت میشه و این تفاوت ها هیچ تغییری در معنی و فهم آیه به وجود نمیاره برای مثال کلمه بلغداته که به این صورت هم نوشته میشه ادهی برای اینکه که راحت تر بتونن این کلمه را بخونن اون رو بلغدات می نویسن اما ادهی دیگر بنابر اصل رعایت اصل کلمه اون رو با واو می نویسن که نشون میده که حروف اصلی کلمه غین دال و واو هست از طرف دیگه هم یک الف مقصوره بالای واو می گذارن تا واو خونده نشه و کلمه بلقداته تلفظ بشه از این نوع کلمات در فارسی و حتی زبانهای دیگه هم زیاد داریم مثلا کلمه خاگینه که به این صورت نوشته میشه و یک واو اضافه داره ولی تغییری در ترجمه و فهم کلمه ایجاد نکرده زبانشناسان به این واو واو معدوله میگن جالبه بدونید که همین کلمه بدون واو هم نوشته میشه همچنین خط کوفی مشکلات دیگه ای هم داره گاهی میم در آخر کلمه به شکل واو میاد و دال در آخر کلمه مثل کاف میمونه گاهی یا رو جدا می نویسن گاهی هم اصلا نمی نویسن و حذفش میکنن البته برای زئوس که در سواد داشتنش جای شک و تردید هست تعجبی نیست که تفاوت بین میم و واو یا دال و کاف رو نتونه تشخیص بده اما برای دیگران قطعا تشخیص این حروف از هم سخت نیست تازه هنوز به نزول قرآن و جمعوری اون و چیدمان قرآن گیر ندادیم اونها هم داستان مفصلی داره یعنی اگه این اعتماد به نفس زهوس عزیز رو خال قورباغه هم داشت الان ملکه ی انگلیس شده بود این تازه کلیپ اساسیش بود که اینقدر شبهات کودکانه بیان میکرد وای به حال کلیپ های غیر در برنامه های بعد به سوتی های بیشتری از زهوس خواهم پرداخت. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من بابای زهوس هستم.